عاصم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، با ما همراه شدن. آقای سعدی، ما شاهد موج جدیدی از فشارها بر وکلای مدافع و فعالین مدنی در جریان روزها و هفته‌های اخیر هستیم. در دو روز تنها 70 وکیل دادگستری به دادسرای امنیت زندان اوین احضار شدند. دلیل این فشارها شما چه می‌دونید؟ خب چند تا دلیل داره. یکیش به خاطر کمکاری خود وکلا و ضعف کانونهای وکلا هست که نتوانستن استقلالی رو که به همت دکتر مصدق برای کانونهای وکلا ایجاد شد رو حفظ بکنن و قدم به قدم همیشه عقب نشینی کردن. یک نوع دلیل دیگرش هم این هست که این خیزش جدیدی که الان در جریان هست و مخصوصا خود ما هم از دو هفته پیش فراخوان داده بودیم به عنوان جنبش راه سوم راه نجات ایران که سوم خرداد که روز ملی مقاومت هست، همه مردم در سراسر کشور و مخصوصا وکلا رو مورد تاکید قرار دادیم، وکلا و معلمین که بیان در خیابان‌ها یک ساعت دو ساعت یک اعتراض آرامی رو انجام بدن تا ما به یک همبستگی ملی برسیم، تا بتونیم برنامه ریزی کنیم برای ادامه این انقلاب. ببینید الان همین امروز به صورت انفعالی و عکس العملی به دنبال اعدام این سه نفر در همه جای دنیا اعتراضاتی به وجود اومده، اما این مسائلی که احساسی و انعکاسی و عکس العملی هست دوام نمیاره. ما ناچاریم برنامه ریزی کنیم، لذا جنبش راه سوم راه نجات ایران و ائتلاف ملی ایرانیان این برنامه ریزی رو کرده برای سوم خرداد. همانطور که گفتم این پیشنهاد کرده که مردم ما در سراسر کشور و همینطور در دنیا بیان و مخصوصا چون خامنه ای به موجب دلایل مختلفی منعزل هست و مشمول اصل 111 قانون اساسیه و خبرگان وکیل مردم تلقی میشن، از این جهت چون با کانون وکلا شباهت دارن، اینها وظیفه داشتن خامنه ای رو که مشمول اصل 111 قانون اساسی بوده، یعنی هم توان انجام وظایف رو نداره، هم از اول فاقد شرایط بوده و هم شرایط اگر هم می داشته از دست داده، لذا باید برکنار می شده. نشده. حالی که نشده وظیفه چیه؟ اینا خود خبرگان منعزلن و مردم که موکلین خبرگان هستند باید بیان وظیفه ای که به وکلاشون محول کرده بودن و اونا خیانت در امانت کردن و انجام ندادن خودشون انجام بدن و خامنه ای رو کنار بذارن. حالا وکلای دادگستری که احضار شدن، اولا همه نهادهای حکومتی کلن بر طبق مقررات منعزل هستن، یعنی چون ولایت خامنه ای باطل هست همه نهادها از جمله خود دادگستری، این دادگستری الان غیرقانونی و نامشروع هست، بنابراین وکلا اصلا نباید مراجعه بکنن. خیلی روشن هست که اونها الان قوه قضاییه به جای اینکه حامی حقوق فردی و اجتماعی و آزادی ها و حسن اجرای قوانین باشه تبدیل شده به یک ابزار سرکوب خودش و لذا این دادگستری رو باید تحریم بکنن، اصلا وکلا نباید حضور پیدا کنن در این دادسرا و علاوه بر این باید پیشا پیش مردم، چون وکلا یک وظیفه دارن که در همه کشورها هم هست، آقا از انقلاب کبیر فرانسه گرفته که رهبرش ماکسیمیلیان روبسپیر بود تا انقلاب هند که آقای گاندی وکیل بود تا انقلاب ضد آپارتاید افریقای جنوبی که نلسون ماندلا رهبرش بود، اینا وکلا بودن، وکلای دادگستری. این که وکلای ایران انقدر بیخیالن و بیتفاوت اصلا قابل قبول نیست، باید پیشتاز تحولات باشن و اینی که میبینید دادگستری الان اینا رو احضار کرده در واقع فرار به جلو کرده تا اینا مرعوب بشن توی این مراحل شرکت نکنند. بسیار متشکرم از شما قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی.